Thank you. Today, our session, we have Dr. Dovaran, and his mission in the United Nations is observing and reporting the minority issues, including reporting in the General Assembly of the United Nations. And one of his aims is to try to enforce the Declaration of the Rights of Minorities in all countries which are the members of the United Nations. I mentioned that he has published 200 publications in several languages about the importance of teaching in the mother tongue and in multi-language classes. Because of our short time, I cannot talk about his work more, but I ask him to go on. Please. تشکر میکنم. من از سازمان زودوین تشکر میکنم که من رو اینجا دعوت کردن تا بتونم به مسائل اقلیت ها اینجا بپردازم. اما اجازه بدین که من غم خودم رو به شما ابراز کنم. من باید اینجا با همکار خودم خانم عاصم جهانگیر اینجا بودم، ولی ما متاسفانه این صدا، این اراده و این تعهد اون رو از دست دادیم و یک مدافع استثنایی حقوق بشر رو، کسی که و من همچنین میخوام از شما معذرت خواهی کنم به خاطر اینکه مشاهدات خود من امروز خیلی عمومی هستم، به خاطر اینکه تمرکز من روی حقوق بین الملل در تدریس زبان مادری، بدون اینکه ما بتونیم مستقیما به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کنیم. من در این مورد دانشی ندارم و تجربهش رو ندارم، پس امروز موضوعی که من در موردش حرف میزنم یک کمی عمومی خواهد بود، در این مورد که چه چیزی رو میتونیم انتظار داشته باشیم در مورد حقوق زبانی. پس اجازه بدین من با یک جمله شروع کنم که خیلی ساده است، ولی ما خواهیم دید که حقوق اقلیت‌ها یا حقوق زبانی اقلیت‌ها حقوق بشر هستند و این چیزی است که معمولاً خوب بهش توجه نمیشه. یکی از اولویت‌های مأموریت من به عنوان گزارشگر حقوق بشر حقوق اقلیت‌ها اینه که به این اشاره کنم که به فعالیت‌هایی در داخل سازمان ملل اشاره کنم و به مکانیزم‌ها و پروسدورهای سازمان ملل اشاره کنم که زوایای و چالش های حقوق اقلیت ها رو بهشون اشاره و چطور میشه که اینها رو ازشون استفاده کنیم برای بهبود وضعیت حقوق بشر اونطوری که در اعلامیه جهانی حقوق اقلیت ها اومده. قبل از اینکه این کار رو بکنم اجازه بدین به شما یک مثال نشون بدم خیلی سریع که چطور یکی از بزرگترین چالش های این دنیا در این حال حقوق اقلیت هاست و این چطور به تعهدات حقوق بشری گره خورده. من فکر می‌کنم ما باید برگردیم. متشکرم. 75% افراد بدون ملیت در دنیا از اقلیت‌ها هستند و کسانی که اکثریت اونها
در نتیجه تبعیض هستند، تبعیض در داشتن و نگه داشتن حقوق شهروندی. این یک تصادف نیست. واقعیت اینه که بسیاری از این آدم ها در دنیا نتیجه قوانینی است که و سیاست هایی است که آدم ها درست کردن و تأثیری که روی مستقیما روی اقلیت ها میذاره. این یه چیز طبیعی نیست، این چیزی که ما درست کردیم، آدم ها درست کردن. و در و این بیکشوری در واقع اقلیت ها معمولا به خاطر نقض حقوق بشره، به خاطر قانون یا سیاستیه که به طور خاص اقلیت ها رو مورد تبعیض قرار میده. و من این مثال رو استفاده کردم که تأکید کنم که اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق اقلیت ها یک سند حقوق بشریه و شامل پرنسیپ های بسیار مهمیه، مانند تعهدات کشورها برای اینکه بتونن این هویت ها رو مورد شناسایی قرار بدن، همینطور که اینجا تو ماده اول میبینین و همینطور اشاره میکنه که حقوق اقلیت ها باید بدون تبعیض اعمال بشه. و توی ماده 3 در مورد حقوق زبانی داریم. من امروز در مورد حقوق زبانی اقلیت ها صحبت میکنم به خاطر اینکه زبان آموزشی خیلی مهمه برای بسیاری از اقلیت ها. و همچنین در مورد ایران این یک سوالیه که بهش اشاره میکنیم به خاطر اینکه برای بعضی اقلیت ها خیلی مهمه و بعضی قدم ها باید در این مورد برداشته بشه. اون چیزی که من گفتم عمومی بود، بزن یکم جزئی تر بگم. این اطلاعیه یک معاهده نامه نیست و اجبارآور نیست، پس ما باید یکم مراقب باشیم، به خاطر اینکه بعضی دولت ها میگن خب اینا حرف های خیلی خوبیه ولی ما هیچ اجباری نداریم. این یک معاهده نیست، این یک اطلاعیه است. اونا راست میگن. اما وقتی من میگم که این یک سند حقوق بشریه، این نشون میده که این محتوای اون در واقع اضافه میکنه به پرنسیپ ها و حقوق معاهده های حقوق بشری. پس مثلا من به شما پیشنهاد میکنم وقتی ما در این سند در مورد تبعیض حرف میزنیم، در مورد حقوق حرف میزنیم، در مورد آموزش حرف میزنیم، شما بیاین اینجا این رو مورد توجه قرار بدین که چطور حقوق دیگه بشر میتونن در مورد اقلیت ها ازشون استفاده بشن. مثلا سند محتوای اطلاعیه حقوق سیاسی و مدنی یک اطلاعیه مهمه و چیزایی که ما تو معاهده اقلیت ها داریم راه رو باز میکنه برای اون موادی که تو اون معاهده نام است. در حالی مثل تبعیض نژادی که یک معاهده نامه هست، ما به اقلیت های قومی هم میپردازیم. پس در نتیجه مثل تبعیض علیه اقلیت قومی یک تبعیض نژادی هم میتونه باشه. پس این میتونه اقلیت های زبانی رو هم مورد هدف قرار بده. پس به نوعی در حالی که این یک سند تعهد آور نیست، اما نمایندگی میکنه حقوق بشری رو که میتونیم در مورد اقلیت ها در موردشون بهشون اشاره کنیم. پس محتوای اون میتونه الزام آور باشه و این میتونه مفید باشه در مورد حقوق زبانی. اما بزن یه چیز دیگه بگم، پیچیدگی های وجود داره و یکی از این پیچیدگی ها اینه که بسیاری از دولت ها
نمیدونن که چطور میتونن این قوانین رو اعمال کنن. مثلا آموزش زبان، اگه اینو از نزدیک بخونیم میبینین که، با دقت بخونیم میبینین که یکم خیلی عمومیه. این رو نمیگه که همه حقوق زبانی داره، و یکم عمومیه. مثلا میگه که هر کسی که کسایی که براش ممکنه که آموزش به زبان حقوق مادری داشته باشن باید اون رو داشته باشن. پس بذارین دقیق باشیم. بسیاری متخصصین نمیدونن که این به چه معنیه در عمل. آیا نمیدونن مثلا دولت یک اجباری داره که این کار بکنه در همه جا بدون قید و شرط؟ نه نه، این نیست، این نیست. اما چه معنی میده؟ شما حق دارین که آموزش بگیرین به زبان یک اقلیت حتی در دانشگاه. پس ما نمیدونیم یک درجه خوبی از اطمینان وجود داره که اون چیزی که من میخوام به شما بگم اینه که یک توجه، یک فهم افزایش یابنده وجود داره در مورد اینکه حقوق بشر باید وارد مسائلی بشه که در مورد حقوق اقلیت‌های زبانیه. من زمان ندارم که برم به جزئیات و حتی در میان متخصصین تو سازمان ملل ما توافق کامل نداریم. بعضی متخصصین کمی راحت نیستن با اینکه مثلا میگن که اقلیت ها باید زبان خودشون رو یاد بگیرن، ولی مثلا نمیدون مثلا اینکه به زبان مادری ما بیایم و این آموزش رو فراهم کنیم زیاد مطمئن نیستن. ولی یک موضوعی است که باید بهش توجه کنیم. یک توجه افزایش یابنده وجود داره در تصمیم های بین المللی و نظرآگاه های بین المللی که حقوق زبانی وجود داره و این زیاد پیچیده نیست و میتونه به رسمیت شناخته بشه در آموزش و پرورش و یک قسمت از حقوق بشره. یکی از سندهای اولی که این رو به رسمیت شناخت شما نفری است که شما اینیه که شما پشت سر من میبینین. این یک سند، این یک سندیه که توسط گزارشگر قبل از من تهیه شد و این سند در آوریل منتشر شد و اولین باری که ما تقریبا شاخصهای روشنی داریم از اینکه حقوق زبانی در قوانین بین‌الملل چیه و اینکه ارتباط بین حقوق زبانی و حقوق بشر چیه. پس بار اول واقعا که ما داریم تلاش میکنیم بیشتر این مزاره شفاف کنیم و یک قسمت هم در مورد آموزش داره. در ضمن این قسمت در مورد آموزش من خودم تهیه کردم، منم روی این سند کار کردم. مسئله آموزش و زبان اقلیت ها یکی از اولویت های منه، یکی از اولویت های مأموریت منه و من در این مورد کارهای زیادی خواهم کرد و ملاقات های مهمی خواهم داشت. پس یه نقطه عطفی ما داریم در مورد به رسمیت شناختن حقوق زبانی اقلیت ها. با این حال من باید بگم که توافق کامل وجود نداره اما که و یه سری در واقع حرف های قوی وجود داره در طرف مقابل هم. اگه بشه به صفحه بعد بریم، قبل از ادامه دادم میخوام بگم که آموزش پرورش یکی از اولویت های منه، نه همین، من اولویت های دیگه ای دارم برای ماموریتم و میخوام بهشون خیلی کوتاه اشاره کنم چون میتونه مربوط باشه به ایران. یکی از اولویت های دیگه من اینه که
اونایی که هیچ ملیتی ندارن و اون یکی افسایش حرفای تنفر انگیز علیه اقلیت هاست و تو یه سری کشور هست که من نمیخوام هیچ کشوری اسم ببرم، ولی این نوع برخورد زبانی منجر به خشونت علیه اقلیت ها میشه و این یک خطر افزایش یابنده است و اقلیت ها میتونن مورد حمله قرار بگیرن و این یکی از اولویت های منه. و اولویت چهارم هم جلوگیری از درگیری هاست، به خصوص درگیری های قومی، به خاطر اینکه این یک موضوع مرتبط با حقوق اقلیت هاست. در بعضی جاهای دنیا که من نمیخوام کشور خاصی رو دوباره اسم ببرم، ما درگیری های خشنی رو داریم که به خاطر این شروع میشن که اقلیت ها این حس رو پیدا میکنن که چیزی برای از دست دادن ندارن و ناامیدن و کنار گذاشته شدن و قربانیان تبعیض هستن و هیچ گزینه‌ای ندارن، پس بعضی ها ممکنه به خشونت روی بیارن. پس من فکر میکنم ما میتونیم بگیم که سیاست هایی وجود داره که از طرف دولت ها که وضعیت رو اینجوری ناامید کننده میکنه و این سیاست ها شامل تبعیض علیه اقلیت ها میشه که به درگیری منجر میشه. پس من میخواستم به این اشاره کنم که اینا مسائل اولویت من هستن. آیا واقعا یک حقی برای تحصیل به زبان مادری خودتون هست؟ و اگر هست حدود اون چیه؟ هیچ جواب آسونی وجود نداره، اما بذارید بشم به یه ارتباطی درست کنم بین حق تحصیل و حقوق زبانی. این یک پروسه تکاملیه، میخوام تأکید کنم. بیشتر و بیشتر بدنه مختلف سازمان ملل دارن به این مسئله توجه میکنن و اون چیزی که شما دارین میبینین یه رقم خوب از کمیته های مختلف سازمان ملل که دارن مسئله آموزش به زبان مادری رو به حقوق بشر پیوند میزنن. اینجا کمیته های مختلفی هستن که روی این کار کردن در سالهای اخیر، یکی کمیته حقوق بشره، یکی حقوق کودک، یکی حذف تبعیض نژادیه و اون یکی هم کمیته حقوق فرهنگی و اجتماعی. این قاطع نیست، یه سری تضادها وجود داره، اما اون چیزی که شما در برخی موارد محکم دارین اینه که این کمیته‌ها دارن به این اعتراف میکنن که یک حق به زبان مادری برای آموزش هست و بعضن به تبعیض اشاره میکنن و بعضن به آموزش چند زبانه و یا حقوق اقلیت ها اشاره میکنن. اما در موقعیت های بسیاری اونها اعتراف کردن که بعضی اوقات یک حقی برای به دست آوردن آموزش عمومی به زبان مادری هست. این جهانی نیست و همیشه هم روشن نیست، تناقض هایی وجود داره، اما ارتباط بین آموزش و زبان اقلیت ها در مدارس عمومی در مدارس دولتی به رسمیت شناخته شده و این یک پروسه تکاملیه و این مطلقه وقتی به حقوق بشر میرسیم. اما مشکلاتی وجود داره، پیچیدگی های وجود داره، ولی این به حقوق بشر مرتبطه و یک پرنسیبی نیست که هیچ پایه‌ای در حقوق بشر نداشته باشه و این چیزی که میتونه توسط اقلیت ها در دنیا مورد استفاده قرار بده و این استدلالیه که میشه ازش استفاده کرد.
اگه شما به اینا نگاه کنید ببینید که اینا فقط در مورد یه سری تئوری حرف نمیزنه، این مشخصه و کنکرت به حقوق بشر میپردازه. بذار یه چیز دیگه به شما نشون بدم. نه تنها این یک حق بشره، بلکه یک در واقع دلایل مشخص وجود داره که این مسئله باید اتفاق بیفته. مثلا مطالعه در آفریقای جنوبی است که اندازه گرفتن که چطور یه دانش آموز تو مدرسه موفق میشه. وقتی شما دانش آموزانی دارین که به زبان رسمی حرف میزنن که زبان خودشون نیست، عموما اون قهوه‌ای اون آبی بالا دانش آموزایی هستن که به زبان خودشون حرف میزنن. ما در مورد دانش آموزای اقلیت حرف میزنیم. این یه مطالعه خیلی خوبیه. وقتی دانش آموزان اقلیتی در به زبان خودشون حرف میزنن، اونها بیشتر موفق میشن. و وقتی که بهشون به زبان خودشون تدریس نمیشه، کمتر موفق میشن. این منطقیه و ما باید به صورت علمی بتونیم نشون بدیم یه ارزشی هست که شما بتونین، و فایده های کنکرتی وجود داره که میتونیم به این مسئله بپردازیم که به بچه ها به زبان خودشون وقتی بهشون به زبان خودشون درس نمیدین، شما دارین اونا رو جریمه میکنین، شما دارین اونا رو مورد تبعیض قرار میدین. پس من فکر میکنم یک ارتباطی است بین تبعیض و آموزش به زبانی غیر از زبان مادری. و برو بر بعدی. اگه کسی مایل باشه میتونم این اسلاید رو به شما بدم. اینها مثال هایی هستن از سراسر جهان که نشون میدن که نه تنها آموزش به زبان مادری یک حق بشریه و یک موضوع حقوق بشریه، بلکه نشون میده که فایده های استفاده از این زبان رو نشون میده و یا مشکلاتی رو که اگه از زبان مادری استفاده نکنیم به وجود میاد. پس این از نقاط مختلف دنیاست، از جمله از آمریکا. مدارک واضح وجود داری. شما بچه‌هایی که اسپانیایی حرف میزنن، اگه به اونا به اسپانیایی تدریس نکنیم، به خصوص تو سالهای اول مدرسه، اونا از مدرسه بیرون میرن، اونا از مدرسه اخراج میشن، نمیتونن موفق بشن. مدارک در اینجا کاملا روشنه که این یک حق بشره که عواقب جدی برای بچه ها داره، نقض اون. پس اینها مثال هایی هستن از عواقب منفی بعضا هم وقتی که مثلا ازش میشه استفاده کرد ولی استفاده نمیکنن از این زبان، غیر منطقیه، هیچ دلیلی نداره و یک تبعیض در قوانین بین المللی. من فکر میکنم این یکی از موضوعات مهمیه که باید بهش اشاره بشه و این ممکنه شما رو سورپریز کنه. حتی کمیته حقوق بشر سازمان ملل در بعضی مواقع این رو به رسمیت شناخته که در دانشگاه هم در شرایط خاص باید در زبان به زبان مادری باشه، به زبان اقلیت باشه. اگه اونها یک اقلیت بزرگ هستن که مثلا میلیون ها نفر هستن در یک قسمت از کشور، هیچ دلیل عملی وجود نداره که ما اونجا دانشگاهی به زبان اونها نداشته باشیم. در واقع این میتونه یک تبعیض باشه که ما دانشگاهی رو در غیر زبان مادری داشته باشیم. پس در مواقعی که مناسبه. من تقریبا تمام کردم و فکر می‌کنم زمانم تقریبا تمام شده، اما فقط می‌خواستم این موضوعات رو به شما بگم که ملاحظات در مورد حقوق بشر وجود داره و دولت‌ها بعضن باید بهشون گفته بشه که و نشون داده بشه که
موضوع چیه؟ بعضیا نه همه دولت ها در واقع منفی واکنش نشون میدن، بعضیا بازن برای یک دیالوگ و بحث. من به عنوان گزارشگر ویژه سعی میکنم راههایی پیدا کنم که از حقوق اقلیت ها به بهترین نحو محافظت کنم و با NGO ها و کسایی که به این موضوع علاقمندن کار کنم. آیا ما زمان برای سوال داریم؟ من بعضی سوال هست که من به فارسی میخونم. We have a question that in Iran we have a difficulty that most of the people because Islam has come to Iran by Arabs, so people don't like this government, so they discriminate the Arabs, so they use hate speech against Arabs in Iran. Some of the slogans which they say is, we are Aryans and we don't like Arabs, which was given in the recent protests. What do you think about it? من باید بگم که نمیتونم در این مورد به طور مستقیم در مورد ایران نظر بدم، به خاطر اینکه قبلا هم گفتم من با وضعیت تو ایران زیاد آشنا نیستم و با جزئیاتش، و من موقعیت اینو نداشتم که یک مأموریت در مورد ایران انجام، پس من نمیتونم در این مورد نظری بدم. اما فقط میگم که به خاطر این به من گفتم باید برم بعد از چند دقیقه. اون اتفاقی که میفته یا شاید داره میفته تو کشورهای خیلی، تو خیلی که از کشورها داره میفته در مورد اقلیت ها، من به بحث هیت سپیچ نگاه میکنم. پس یک پدیده ای است که داره در نقاط مختلف دنیا اتفاقی میفته وقتی ما در مورد اقلیت ها حرف میزنیم. پس شاید وقتی مثلا من بتونم مثلا به ایران برم تا ببینم اونجا اوضاع چیه و ببینم که اون چطور با اولویت های من ربط پیدا میکنه و موقعیت کل دنیا، پس من نمیتونم به طور خاص به این سوال شما و اون موضوعی که داخل اون کشور است جواب بدم، چون تجربهش رو ندارم. و من فکر کنم یه سوال دیگه میتونم بگیرم. Hello, Mr. Rapporteur. Although I know that you said that you don't have the enough experience about Iran, as you said, to talk directly about this country, but I'd like to. There was a panel in another conference room, and there Mrs. Ebadi talked about the violations of minority rights. I want to say, my family and myself and my brothers are the example. And as I, a human rights activist who is here, this picture that you see, he's a political activist in Iran, 25 years old, and he was sentenced to death 2 months ago in Iran. And I can say you that the minority rights is being violated severely, and it is actually zero rights. And the answer for the minorities, if they ask for their rights, is always imprisonment, torture, and death. And my brother is one example of that. He, as a Kurdish activist, he has asked for his rights, and he's one of the civil and political activists since he was a teenager, because he wanted to obtain his rights in the framework of the Iranian law. I hope you could go to Iran one day and talk about and have more experience about the minorities in Iran and see and talk about it. But I am here
as a member of a family from minorities, as an example which has been experienced two death sentences in the family in last 12 years and one death and more than 100 years of imprisonment in the whole family as a Kurdish family. So there is nothing with the name of minority rights in Iran. It is not only Kurds. There are Baluchs, there are Turks, there are Arabs, there are Sunnis, and there are Baha'is. And even some Shiites who are minorities. So the minorities are rightless in Iran. So we will be very happy if you could work on it more and be more active on it. Thank you. من دوست دارم یه جواب بدم. خیلی ممنون بابت اینی که گفتین. هر چقدر من میتونم اطلاعات بیشتری داشته باشم میتونم موقعیت رو بهتر بفهمم و در موردشون شاید حرفم بزنم. من شما رو دعوت میکنم به سایت وبسایت ماموریت من بریم و اونجا چون امکانی است که شما میتونین اتهامات حقوق بشری رو اونجا بنویسیم و در واقع اقدامات فوری رو اونجا به ما اطلاع بدین که در مورد کیس های خاص نقض حقوق اقلیت هاست. پس مندیت من یک پروسدور خاصه ولی یک انعطافی هم تو خودش داره که من بتونم به یک دولتی مراجعه کنم در مورد حقوق اقلیت ها. پس از شما دعوت میکنم و همچنین دیگران که این پروسدور خاص رو ازش استفاده کنن چون به من اجازه میده که سریع اقدام کنم در کیس های خاص اگر اورژانس هستن. پس به سایت ما برین و خواهش میکنم ازتون. من گفتم من نمیتونم نظر بدم در این مورد، هنوز اون تجربه رو ندارم، ولی از شما خواهش میکنم که این کار رو بکنین. Thank you. I just wanted to use this opportunity to say that for people from Azerbaijani minority in Iran, because of February 21st, and they wanted to celebrate the International Mother Language Day in a house, and they were sentenced to 45 years of imprisonment and 8 years of exile, each of them 2 years of exile. Akbar Azad 10 years imprisonment, 2 years exile. Ali Reza Farshi 15 years imprisonment and 2 years exile. Behnam Sheikhi 10 years imprisonment and 2 years exile. And Hamid Manafi 10 years imprisonment and 2 years exile. The due process is going to be renewed in March, so they should go to prison. And they have done nothing except celebrating February 21st. And this was a civil activity and they have done nothing illegal. So why should they be sentenced to 45 years imprisonment and 8 years of exile? Thank you for listening. Thank you, Mr. Special Rapporteur. Thank you for coming.